پایان راه کریستیانو و یووه، رکورد شکنی هالاند در لیگ قهرمانان، اولین بمب لاپورتا، تلسم عجیب رونالدو برابر مدافع پرتغالی. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. به نظر می رسد بعد از عدم موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا با یوونتوس، رونالدو به آخر خط با این تیم رسیده است. ارلینگ هالند ستاره دورتموند در شبه که تیمش به دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد، دو گل زد تا رکورد جدید ثبت نماید. یک رسانه آرژانتینی مدعی شده که بارسا پیشنهاد رسمی برای جذب سرخیو را داده است. سه سال پیش یوونتوس برای تحقق یک‌رویا و جذب کریستیانو رونالدو دست به کار شد. سران بیانکنری‌ها اعتقاد داشتند که با خرید کریستیانو رونالدو می‌توانند طلسم ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا را بشکنند و پس از بیش از دو دهه فاتح اروپا شود. در آن زمان بپه ماروتا مدیر ورزشی یوونتوس با این انتقال موافق نبود و این خرید را از نظر مالی ریسکی می‌دانست. در حقیقت ریال برای این انتقال 30 میلیون یورو دریافت کرد و این بازیکن هم سال 30 میلیون یورو دستمزد می‌گرفت. ماروتا در اعتراض به این خرید از یوونتوس جدا شد و فابیو پاراتچی به عنوان مدیر ورزشی مشغول به کار شد. یووه اما با حذف در مقابل پورتو سومین ناکامی پیاپی در اروپا را تحمل کرد که مشخص شود این تیم با حضور رونالدو هم نمیتواند طلسم اروپایی خود را بشکند. یووه در چهار فصل قبل از رونالدو همیشه اسکوداتا و جام حذفی ایتالیا را برده بود و دو بار به فینال چمپیونز لیگ رسیده بود و دو حذف بسیار نزدیک را در مقابل بایرن مونیخ و ریال مادرید در مراحل 1/8 و 1/4 تجربه کرده بود، اما با رونالدو شرایط برایشان بدتر شده است. یووه با رونالدو در دو فصل و نیم دو اسکوداتا و دو سوپر جام برده بود و در این فصل هم به فینال کوپا مقابل آتالانتا رسیده است. در چمپیونز لیگ اما یک فاجعه را تجربه کردند. هتریک مقابل اتلتیکو در سال 2019 تنها لحظه درخشان رونالدو در یووه در اروپا بود و بعد از آن سه حذف عجیب در مقابل سه حریف نچندان مشکل یعنی آژاکس، لیون و پورتو را تجربه کردند. یووه حالا خرید رونالدو را یک ناکامی از نظر ورزشی و مالی قلمداد میکند. آنها در ابتدا آلگری را اخراج کردند تا به زعم خودشان با حضور ساری اروپایی‌تر بازی کنند و بعد از یک فصل به سراغ پیلو رفتند که تجربه مربیگری نداشت. به این مسئله باید ناکامی جنجالی در جذب لوئیس سوارز را هم اضافه کرد. تورینی ها در لیگ ایتالیا هم در حال حاضر 10 امتیاز تا اینتر صدرنشین با یک بازی کمتر فاصله دارند و به نظر می رسد که نمی توانند برای دهمین سال پیاپی قهرمان ایتالیا شوند. از طرف سهام یووه در بورس نسبت به دیروز 6.5% افت کرده است. رسانه های ایتالیا هم آلیانس خاص خود را نسبت به این شرایط داشتند. کورر دل اسپورت سرخط زد مورد خیانت قرار گرفته توسط رونالدو و کورر دل اسپورت نوشت همکاری میان شرکت یووه و شرکت رونالدو یک فاجعه بود. پاراتیچی مدیر ورزشی یوونتوس قبل از بازی گفت که رونالدو یک سال دیگر با یووه قرارداد دارد و فعلا عجله‌ای برای تمدیدش وجود ندارد، اما در شرایط کنونی حتی ماندن رونالدو در فصل بعد هم قطعی به نظر نمی‌رسد، چه برسد به تمدیدش. روی کاغذ رونالدو و یوونتوس یک سال دیگر با هم قرارداد دارند و دو طرف فعلا احتمالاً جدایی در تابستان 2021 را رد می‌کنند، اما در ماه‌ها و هفته‌های آینده مشخص شده که یووه چه نظری دارد. رونالدو دستمزد بالایی دریافت می‌کند و تورینی‌ها می‌توانند با رهایی از پرداخت دستمزدش بازیکن دیگر را به خدمت بگیرند. قطعاً در آخر فصل مشخص خواهد شد که همکاری رونالدو و یووه ادامه دارد یا نه. بورسیا دورتموند بازی برگشت خود برابر سویا در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا را برگزار کرد و تن به تساوی 2-2 داد، اما با توجه به پیروزی در بازی قبلی جواز صعود به مرحله 1/4 را گرفت. در جریان این دیدار ارلینگ هالاند دو گل دورتموند را در دقایق 35 و 54 یعنی پنالتی رقم زد که با آن تعداد گل‌هایش در چمپیونز لیگ را به عدد 20 رساند. او این تعداد گل‌ها را در تنها 14 دیدار به ثمر رساند که زودتر از هر بازیکن دیگر است و یک رکورد جدید در این رقابت‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که هریکین پیش از این رکورد یاد شده را در اختیار داشت که در 24 دیدار موفق به زدن 20 گل شده بود. هریکین 20، دل پیرو 26، وینستروی 27، بنزما 34. در همین حال هالند بیشتر از تعداد بازیکنان نامدار دنیای فوتبال مانند توتی، رونالدینیو، زیدان، رونالدو، آدریانو، تویز، فالکو و لوکاکو در لیگ قهرمانان گل زده است. او که تنها 20 سال دارد می‌تواند رکورد‌های دیگر را نیز به ثبت برساند. ارلینگ هالاند ستاره بورسیا دورتموند دیشب در برابر سویا دو گل زد و بهترین بازیکن زمین شناخته شد، اما پس از گلزنی وی جشن گرفت که بس برانگیز بود. پس از بازی وی اعتراف کرد که نمیداند پس از شوت از روی نقطه پنالتی روی بونو دروازه‌بان سویا فریاد کشیده است. هالاند اظهار داشت پس از این که دروازه‌بان حریف او را به خاطر از دست دادن ضربه ایستگاهی مسخره کرد و احساس نمود که پس از گل کردن پنالتی احساس نمود که چنین جشن بگیرد. بازیکنان سویا قبل از مداخله بازیکنان دورتموند در حال تعقیب او بودند، اما وی اظهار داشت که این کارش برای شیوه جشن بونو بوده است. با این حال او حاضر به گفتن آنچه او به دروازه‌بان فریاد می‌زد نپذیرفت و اعتراف کرد که هر آنچه که بونو در ابتدا به او فریاد زده بود به سادگی تکرار نموده است. به نظر می‌رسد بارسا برای جذب اگویرو اقدام کرده است. طبق گزارش تی وای سی اسپورت قرارداد سرخیو اگویرو بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستر سیتی در پایان فصل به اتمام می‌رسد و این بازیکن هنوز هیچ برنامه‌ای برای آینده و تمدید قراردادش ندارد. اگویرو اخیراً به علت مصدومیت جایگاه خود را در ترکیب تیم از دست داده و شاید از بازی در یک باشگاه جدید و حضور در یک پروژه بسیار هیجان زده هم باشد. این منبع آرژانتینی فاش کرد که بارسا در ساعات اخیر برای جذب اگویرو پیشنهاد رسمی داده است. اگویرو دوستی نزدیک با میسی دارد و خان لاپورتا از این روش می‌خواهد تا حد زیاد میسی را برای ماندن متقاعد کند.
جذب اگبرو می تواند به صورت رایگان باشد، چون او به زودی به یک بازیکن آزاد تبدیل می شود و قطعا برای بارسا در کنار بهترین دوستش رویایی خواهد بود. بارسا بعد از خروج سوارز در پست شماره 9 به مشکل خورده و شاید ورود اگبرو میسی را از تنهایی خارج کند. مدیر جدید باشگاه خود نیز علاقه زیاد به جذب کان اگبرو دارد. کریستیانو رونالدو ستاره بزرگ پرتغالی هیچگاه مقابل پپه موفق به گلزنی نشده است. پپه مدافع پرتغالی و با تجربه پورتو به تردید یکی از بهترین بازیکنان دیدار دیشب تیمش مقابل یوونتوس بود و با ارائه نمایش بی‌نقص در خط دفاعی بارها در مقابل حملات حریف استادگی کرد. پپه در تمام دوئل‌ها پیروز شد. 8 بار موفق به دور کردن توپ شد، 8 بار توپ را از بازیکنان یوونتوس گرفت، 2 بار مقابل ضربات این تیم استادگی کرد و 2 بار نیز تکل صحیح داشت و آمار درخشان را از خود ثبت کند. اما نقطه اوج پپه استادگی برابر کریستیانو رونالدو ستاره هموطن خود در ترکیب یوونتوس بود و این مدافع با تجربه در دو دیدار رفت و برگشت اجازه گلزنی به رونالدو نداد. جالب اینجاست کریستیانو رونالدو تا به حال 299 دقیقه در دوران ورزشی خود مقابل پپه بازی کرده و حتی یک بار هم قادر به باز کردن دروازه حریف نبوده است. البته هیچ بازیکن نیز به اندازه پپه با رونالدو هم بازی نبوده است. این دو بازیکن پرتغالی ابتدا در اسپورتینگ و در ادامه سالها در ریال مادرید کنار یکدیگر بازی کرده و هم در ردیف ملی و هم باشگاهی به افتخارات فراوان دست یافتند. حالا پپه در سالهای پایانی دوران ورزشی خود در شرایط فوق‌العاده قرار داشته و امیدوار است در لباس پورتو قادر به راهیابی به مراحل پایانی لیگ قهرمانان نیز باشد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.